خدا و عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون جهانی آریانا نیوز و برنامه آغاز روز. در این لحظه در خدمت شما ایزان هستیم با بخش ورزشی هفته. مهمترین اتفاق یا رویدادی که میخواد بر افغانستان در هفته جاری بفته رقابت های جهانی مویتای هست که در کشور روسیه برگزار میشه و تیم ملی مویتای افغانستان امروز صبح قرار است که کابل را به مقصد روسیه ترک کنه برای حضور در رقابت‌های جهانی این رشته که برای ما خیلی قابل اهمیت است. رشته مویتای که از رشته‌های بسیار پردستاورد بوده در سال‌های گذشته برای افغانستان و همین چند پیش رقابت‌های جهانی نوجوانانش برای ما یک مدال برنز یک مدال نقره داشت که به هر صورت میشه گفت که به همین خاطر اهمیت این رشته برای جامعه ورزشی ما بسیار بوده، به خاطر که رقابت‌های جهانیش همیشه برای ما دستاورد داشته و ما صاحب مدال شدیم از رقابت‌های جهانیش. به این منظور آقای جمیل محمدی، یک تن از اعضای اجرایی فدراسیون ملی مویتای افغانستان و همچنین یکی از قهرمانان این رشته که قرار است برای افغانستان به مبارزه به پردازه با حریفان جهانی خودش را در برنامه داریم و در خصوص آمادگیشون برای رقابت‌های جهانی روسیه صحبت می‌کنیم. آقای محمدی سلام و درود. سلمان جان سلام برای شما. از آقای محمدی شروع می‌کنیم. این مسابقاتی که ما پیشروی داریم چند تا ورزشکار خواهیم داشتهش و آمادگی‌ها به چه حد و اندازه است برای رقابت‌های جهانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون جهانی آریانا. مسابقاتی که ما در پیش داریم یک مسابقات جهانی است. ما از 3 ماه قبل حداقل آمادگی برازی گرفتیم. تیم از طرف فدراسیون ملی مویتای افغانستان قرنطین بود، تمرینات خوبی را داشتن. 8 ورزشکار که ما 9 ورزشکار معرفی کرده بودیم. یک ورزشکار ما از ایران قرار بود، از تیم مهاجرین ما بیاد، شهرام دلاور یک از قهرمانای ورز 81 کیلوگرم ما بود و عادی کوهندل یک از ورزشکارای ما که فعلا در دیار غربت در روسیه هست، او هم به نام جمهوری اسلامی افغانستان مسابقه میکنه. ما از افغانستان که تیمی که اعزام شده 7 ورزشکار و در مجموع 8 ورزشکار 8 ورزشکار داریم در این مسابقات. 2 داور داریم و یک مسئول تیم و یک مربی. بسیار. 2 ورزشکار که گفتیم نام میاین از روسیه و از ایران؟ بله، از روسیه میاین و از ایران متاسفانه در قسمت به ویزا همکاری نکردش. چرا؟ چه مشکل؟ ما همانگی از قبل ایجاد کردیم که سازمان جهانی همان کردیم، لیستشان روان کرد طبق همون لیستی که در اینجا بر ما ویزا داد و متاسفانه چون در کشور ما مهاجر هستیم و یک دلیل که بر ما سفارت گفت پاسپورتایی که دوست ما داشت از پاسپورتای قدیمی بوده و بلد ازمون نتونست. بله، و آیاتی که از طرف تربیت بدنی معرفی شده بود و متاسفانه ایرم نتونستیم ما در این مسابقات ببریم و چون پاسپورتش دیر رسید نتونستیم ویزا بگیریم. بسیار خب، پس یعنی ما 8 ورزشکار در این رقابت ها خواهیم داشت. 8 ورزشکار در این رقابت ها انشاءالله ما داریم و 2 داور که از طرف سازمان دعوت شده و یک مسئول تیم و یک مربی. خب در دورهای گذشته ما چه نتایج داشتیم در رقابت‌های جهانی؟ خوب است که مختصر توضیح بدید. خوشبختانه ما در دورهای گذشته دستاوردهای خیلی خوب داشتیم. در سال 2014 در کشور مالزی ما تانستیم که 2 طلا 2 برنز بگیریم. در 2015 در مسابقاتی که در کشور تایلند بود خوشبختانه ما تانستیم که 3 طلا و 1 نقره بگیریم. 2016 جوانانم که گزارش شما برای دوستان را کردیم که جوانان اولین بار بود در این مسابقات های شرکت کرده بود که 2 مدال نقره تونستیم بگیریم و در این دفعه هم انشاءالله با امید خدا که زحمت خود ورزشکارا کشیده، برنامه ریزی فدراسیون هم تا حد خوب بوده در قسمت ویزا و کل برنامه های تیم و خصوص در قسمت همکاری که داشتن ریاست عمومی تربیت بدنی، تیم کاریشان زحمت زیاد کشیدن در قسمت مالی، در قسمت تمام برنامه های فدراسیون که مشکل ایجاد نشه. و قابل یادآوری هست که 2 تا ورزشکار ما را از مسئولین البته کمیته ملی المپیک هم کاری کردن در قسمت تکتشون. بسیار خوب. اما سلمان جان برای ما بگه که چه مدت میشه که مویتای کار کردی و بر چندمین بار است که با عضویت تیم ملی افغانستان در آمدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان تلویزیون آریانا. سلمان میرزایی هستم، عضو تیم ملی مویتای افغانستان. 3 سال است که عضویت تیم ملی را دارم.
در مسابقات جهانی تایلند هم اشتراک کردم که متاسفانه در حریف اوکراینی خود باختم. یک حریف خودم نکاوت کردم از کشور اندونزی بود. ای پرام کوشش خود کردیم، تلاش های خود کردیم، کوشش سر ما کرده تیر نرای ما. چه مدت میشه کلن مویتای کار میکنی و در طول این مدت بهترین دستاوردت چی بوده؟ 4 سال است که تمرین میکنم، مویتای تمرین میکنم. بهترین دستاورد که از بیرون متاسفانه آورده نتونستم. چی فکر میکنی در این مسابقات آمادگیش گرفتی؟ آمادگی گرفتم، کوشش و تیرنرایم بوده. تشکر میکنم از استاد جمیل محمدی، از استاد خلیل رسولی و دیگر تیرنرای تیم ملی. کوشش خود کردیم. جدیدترین رقیبایت به نظر در این مسابقات کدام کشورها باشن؟ از کدام کشورها برای تو حساس تر است که مقابلت مبارزه کنند؟ تایلند، بلاروس، روس، عریفا کلشان. روسی هم میزبان است دیگر. روسی هم میزبان هم است. بسیار قوی هستند. ما هم کوشش خود کردیم. به دعای ملت خود کار داریم که بریم از اینجا یک باید نتیجه خوب برگردیم. بسیار خوب. آقای محمدی، درباره مسابقات جهانی بگیم، غالبا در رقابت ها از چند کشور نماینده میه و این بار که در روسیه است، شرایط میزبانی رقابت ها چگونه است؟ چون روسیه تا جایی که ما میدانیم یکی از کشورهایی است که خیلی کار و سرمایه گذاری کرده روی ورزش موی تای. دقیقا معمولا در چند دوره که ما شرکت کردیم حداقل 82 کشور بوده و تا 107 کشور. بسیار. یعنی در این سقف قرار داشته. این دفعه هم روسیه آمادگی خوبی گرفته برازی و روسیه از کشورهایی هست که تنها رقیب برای تایلند حساب میشه و باز هم این مسابقات از یک ارزش خیلی بالای برخوردار است که جدا از یک مسابقات جهانی است و کسب سهمیه هم هست. شما در جریان هستین که المپیک ورزش‌های رزمی هر 4 سال بعد برگزار میشه در یکی از کشورها و کسب سهمیه هم هست که مویتای کارهایی که در این مسابقات اول میشن سهمیه میگیرن بر از اون مسابقات بهترین هایی که در هر کشور حالا فعلا از قراره که ما معلومات داریم جلسهش درمی برنامه مسابقات دایر میشه کشور پولند میزبانی از این مسابقات بهترین یا مسابقات رزمی المپیک ورزش‌های رزمی جهان. خودتان بر ما بگین که جایگاه مویتای افغانستان در فدراسیون جهانی کجا قرار داره؟ آیا این مدال هایی که ما کسب کردیم همه قدر کفافه کرده به خاطری که ما یک جایگاه خوب را برای خودمان در فدراسیون جهانی به دست بیاریم، یعنی کارهای دیگه هم در کنارش صورت گرفته؟ جا داره که ما در این قسمت مسیر طولانی رو در پیش داریم، هنوز اینقدر دستاورده که ما داریم یعنی برای سازمان جهانی نشان دادیم که مویتای افغانستان استعداد خوب داره و میتونه پیش بره. نه خیر، ما در این قسمت مدیریت خوب و مدبرانه جناب آقای امیرحسین حسینی بوده و قابل یادآوری است دوست دیگه ما عیسی احمدی سکرتر جنرال فدراسیون ملی مویتای افغانستان هست که در کشور آمریکا فعلا بر تحصیل هست. یکی از دوستای ما که زیادترین نقش را ایفا کردن در این قسمت استاد عیسی بوده که مسئول برد در قسمت برد فنی سازمان جهانی همیشه فعالیت داشته و یکی از بهترین داورای جهان بوده. این فعالیت های همه جانبه فدراسیون ملی مویتای افغانستان بوده که جایگاه فدراسیون ملی مویتای امروز در سطح جهان در این نقطه رسانده. کشورهایی که شاید بگویم 10 سال میشه که مویتای در افغانستان فعالیت میکنه و داخل کشور هاست که قدامت شاید در 40 سال 30 سال برسه، ولی امروز جایگاهی که فدراسیون مویتای داره اونا هیچ وقت در این جایگاه نیست، چرا که اگر مسابقات دایر میشه داور از فدراسیون ملی مویتای در اون مسابقات حضور داره حداقل اگر وقت سرکم انتخاب میشه یکیش از اعضای فدراسیون ملی مویتای افغانستان میباشه. این خود نشاندهنده از این است که در پیش سازمان جهانی فدراسیون مویتای یکی از فدراسیون های با ارزش هست. بسیار خوب. اونا به چی دید میبینن فدراسیون ملی که جایگاهی است که ما به دست آوردیم؟ اونا به چی دید میبینن فدراسیون ملی مویتای افغانستان را و چقدر ارج قرار میتن به غیر از مسائل تکنیکی که شما گفتین که ما را شریک میدادن همیشه در مسابقات جهانی، مسابقات آسیایی؟ ما آخرین باری که در مسابقات تایلند که تیم جهانان رفته بودیم
که سکرتر جنرال یا دبیر کل سازمان جهانی استفان فاکس یک ملاقات داشتیم. خیلی هم دوستانه گفت، گفت فدراسیون ملی مویتا یک مسیر خیلی درست را پیدا کرده و خیلی خوب پیش میره، هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ برنامه ریزی کردن. یگانه تأکیدی که سر ما داشت سر کورسایی که ما مربی ها روان میکنیم تایلند، تأکیدی که داشت در این قسمت بود که مربی ها را هرچی که زیادتر شما مویتا یاد بگیرین. و ما در این سال که در مسابقات تایلند رفتیم عضویت یک بخش دیگه مویتای ما گرفتیم که آی گلاس سیستم میگه، یعنی اسناد فنی بین المللی را امروز سازمان جهانی اعتماد سر ما سر فدراسیون ملی مویتای افغانستان کرد که ما اسناد بین المللی را از اینجا وقتی که برای ورزشکار برای مربی تصدیق میکنیم، خود سازمان اسناد تا درجه خانه نوم برای ورزشکارا میتن. بسیار. و این بر اولین بار بود در افغانستان که انشاءالله شما شاهدش هستیم که در زودترین فرصت این سیستم در افغانستان را میفته و پیشگیری از او کسایی که سوء استفاده به نام اسناد میکنن از مردم ما، به نام از این که مثلا میرن دکی از بخشای تایلند، مثل که در کابل امروز صدها کلپ است، میرن از اونجا از کلپ ها یا از هر جای میرن یک اسنادای رو میگیرن، اینجا میاین از مردم ما یک پیسی هم گفتی رو میگیرن که ما اسناد بین المللی بر شما میتیم. سازمان های بین المللی، سایت های بین المللی داره، یک آدرس های مشخص داره و او سیستم را که ایجاد کردن و او اسناد را که میتن مسئولیت در اقبالش دارن و امشالله که ما در زودترین فرصت این سیستم اینجا را میفته و این خود نشاندهنده از این هست که تا چه حد را اعتماد سازی بین سازمان جهانی و فدراسیون ملی مویتای افغانستان. بسیار خب، سلمان جان میرزایی برای ما بگه که این همه رشته های رزمی چرا مویتای انتخاب کردی و چطور در مسیر مویتای قرار گرفتی؟ بر صورت ما میبینیم که در افغانستان شاید اگه در بین رشته های رزمی ببینیم بیشترین علاقمندان به سمت تکواندو جذب میشن به خاطر مدال المپیکش، چرا خودت مویتای انتخاب کردی؟ مویتای از خاطر یک رشته کامل بود، از رشتهش کامل است، رشته یک کم سخت است، یک کم نه بسیار سخت است. هر کی نمیتونه اینو پیش ببره. نه هر کس نمیتونه پیش ببره، بسیار سخت است از اون خاطر. بسیار خب، یعنی که انتخابت به خاطر کامل بودن این رشته بوده. برای کامل بودن. خب بسیار خب، از زبان آقای محمدی میشنیم چه تفاوت میان رشته مویتای است؟ بر صورت در اکثر رشته های رزمی مشت و لگت هست و در مویتای هم به همین شکل، اما شاید شکلش فرق کنه و همچنین قوانینش. چه تفاوت های عمده میان مویتای و سایر رشته های رزمی است که این رشته را متمایز کرده یا جدا کرده نسبت به سایر رشته ها؟ مویتای در دنیا امروز به نام ورزش هشتگانه یا که با هشت قسمت بدن ضربه میزنه معروف است و یک تفاوت عمده که ما ببینیم در داخل رنگ، همیشه مبارزات مویتای از حرفه‌ای شروع تا آماتور همیشه یک مبارزه خیلی جوان مردانه سرپای است و یک ضربات مشخص نمره میگیره. این یک تفاوت خیلی عمده داره. یک وقتهای بعض رشته‌ای هست که یک نفر خیلی دست پای خوب داره، خیلی حالت خوب داره، ببینه که با یک حالت دیگه راحت تفاوت میکنه و تسلیم میشه و همین سرپای بودن از این، استوار بودن از این، امروز راحت با جرات ما میتونیم بگویم که یکی از پرطرفدارترین رشته‌های رزمی در سطح جهان است. در افغانستان میال چند ولایت تحت پوشش شماست و فعالیت دارن و کلا چقدر فدراسیون ملی مویتای تانسته در طول 10 سال بر خودش نیرو جذب کنه؟ ما حدود 7000 مویتای کار داریم در سطح افغانستان، حدود 1000 الی 1500 مویتای کار مهاجرین ما داریم که ما یک جا داره که امیر را صدا کنم در قسمت از این بر تمام مویتای کارهایی که در سر جهان فعالیت میکنن هست. خوشبختانه ورزشکارای تیم ملی مویتای ما، شما در اخیران از طریق صفحه مجازی خبر شدین، امی ورزشکار معادی کوهندل در روسیه یک مسابقات سوپر فایت داشت، خوشبختانه برنده شد. ورزشکار دیگه ما جاوید حسنی در کشور آلمان کمربند گرفت. ورزشکار دیگه ما نبی باز هم در آلمان برنده شد. ورزشکار دیگه ما باز جاوید حیدری در سویدن برنده شد. ورزشکار دیگه ما سلیمان هاشمی در استرالیا یکی از بهترین ستاره های مویتای شده. من بر تمام مویتای کارهایی را صدا میزنم از طریق همی دوربین که فدراسیون ملی مویتای خانه کلتان است و بیرق سه رنگ حق کلتان است سرشانیتان پردین. هر وقت و زمانی که شما آمادگی داشته باشین
ما این آمادگی رو داریم که در بهترین سطحش مسابقات های بین المللی شما شرکت کنیم. بسیار خوب، یعنی که شما دعوت میگن از اونام که بیاین تحت نظر شما. دقیقاً هستن، فعلا هم کدما هستن، کلا هماهنگ است. ما برنامه‌شان وقتی که مسابقه میگیرن قبل از او کدما در تماس میشن، از ملت ما التماس دعا دارن و خبرش پست میشه از صفحه فدراسیون ملی موی تای افغانستان. و در ایران مهاجرین ما خیلی زیاد ورزشکارای موی تای داریم، خیلی قهرمانای خوب داریم و ما در تلاش می هستیم و سبب می هستیم که راهی پیدا کنیم که ما رو چطوری ما بتونیم راحت بیاریم در تیم ملی جذب شود از نمایندگی کشور. چون سال قبل ما یک ورزشکار می دوست ما شهرام دلاور تونستیم بیاریم، ولی امسال متاسفانه آوردن از واپس ویزایشان این مشکلات کنسولی دارن که ما نمیتونیم بود. حالا در روسیه به نظر خود شما کدام کشورها رقیبای اصلی افغانستان است برای کسب مدال و شما آمادگی مبارزه با اونا را دارین و به فکر دیگه کشورها قدر نیستین؟ دقیقاً خوشبختانه در چند مسابقه اخیر نشان داد که تا روز دوم مسابقات، روز سوم مسابقات، حتی چهارم مسابقات افغانستان از جمله تیمایی است که باخت نداشتن. تایلند محو موی تای است. ما میشم و سخت ترین نقطه را انتخاب میکنیم که بعد از اون باید تلاش کنیم. ما کشورهای آسیایی را رقیبای سرسخت میبینیم. کشورهای آسیایی؟ دقیقاً. یعنی کشورهای اروپایی؟ قزاقستان، خود روسیه و بلاروس که با اروپایی هم هست و از جمله رفای سرسخت گفته میشه. میزبان هم هست. میزبان هم هست. قزاقستان، ازبکستان، تایلند، ما این کشورها را و دیگه کشورها هم انشاءالله ما در حد حساب نمی کنیم که بزن رقیب باشم برای افغانستان. بسیار خب، سلمان جان میرزایی صنف چند هستی؟ مکتب میخوانی؟ پانتون هستی؟ چگونه ورزش را با زندگی خودت مطابقت دادی که یک وقت تج نکنه ورزشت باعث عقب گردد یا پس رفت درس و تحصیل نشه؟ فارغ صنف دوازدهم هستم، دیگه ورزش دوست داشتم، ورزش در نظر خودم، ورزش من از تحصیل کردم دمد زیادتر چی بود خوش داشتم که دو رو پیدا کنم، که با همکاری ترنرهای خود تانستم در تیم ملی را پیدا کنم. در افغانستان رقیب داری؟ در افغانستان ها بسیار رقیب های سرسخت دارم. افغانستان یکی از رقیب های سرسخت زیادیشان در افغانستان است. فایت های سختی که من در افغانستان کردم شاید در بیرون مرز. آخرین فایتی که کردی به خاطر که بتونی عضویت تیم ملی دوباره به دست بیاری کی بود و در فاینال کدام حریفت بردی که تونستی با عضویت تیم ملی درایی؟ مسابقات در کدام؟ تیم ملی، منتخب تیم ملی که تقریبا پنج ماه میشه با حسین غلامی داشتم که رقیب بسیار سرسخت بود، در فاینال بود آخرین مسابقه. از کابل بودم. از کابل بود. بله. بسیار خوب. با چی اختلاف امتیاز بردی که تونستی عضویت تیم ملی رو بگیری؟ با بسیار امتیاز کم، بسیار کم تفاوت داشت. بسیار سخت بود مسابقه فاینالم. بسیار سرم فشار بود. آیا تفاوت‌های خودت می‌بینی بین مسابقاتی که در افغانستان برگزار میشه و مسابقاتی که در رقابت‌های جهانی خودت پیش روی داری؟ چی تفاوت‌هایی است به نظر خودت، چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ تکنیکی؟ از لحاظ تکنیکی خب پایان نیست، بسیار سطح موی تای افغانستان بالا رفته. دیگه از لحاظ روحی هم بچه‌ها بسیار روحی بالا دارن، در میدان‌های بیرون مرزی هم دیده شده. اینجا استرس کمتر داری یا اونجا کجا استرست بیشتر است؟ به خاطر خب برسید اینجا قدم اول است که می‌خوای عضویت تیم ملی رو به دست بیاری و اینجا استرس داره، اونجا مسابقات جهانی است، به خاطر کسب مدال تو استرس خاص خودت داری. استرس خود داره، خب اینجا استرس خود داره، او طرف استرس خوده. وقتی او طرف مسابقات از هر کشور اولیاش قهرمانایش میاد و مسابقات اشتراک میکنه، قهرمانایش هست، استرس خود داره. پس یعنی که استرس را در هر دو جای تو تحمل میکنی؟ در دو جایم.
بسیار خوب، آرزوی موفقیت میکنیم برای سلمان جان. امیدوارم که بتونی که در مسابقات جهانی روسیه بیرق خوش رنگ کشورت افغانستان رو بالا ببری و یک مدال خوش رنگ هم به گردنت بپری. حالا بر ما واقعا فرق نمیکنه که برنز باشه، نقره باشه، طلا، اما بازم اشتهای ما به طلا بیشتر باز است. آقای محمدی، درباره موضوع اخیری که میشه روش صحبت کنیم و بحث صورت بگیره است که شما برای که یک تیم جوان داشته باشین چه کارها کردین؟ بر صورت غالبا در رشته‌های رزمی دیده میشه بعضی وقتا بعضی ورزشکارا وقتی که میآیند دیگه میمانند در همون وزن خود و دیگه کسی نمیتونه جایشان رو بگیره، یا اینکه واقعا کسی در افغانستان پیدا نمیشه رقیب برش، یا اینکه بر صورت به شکل موروثی اون وزن برش میمونه. در محیط های چگونه است و شما چیکار میکنین که تیمتان را جوان نگه دارین تا که دستاوردهای بیشتر داشته باشه؟ خوشبختانه فدراسیون ملی محیط های افتخار میکنم که همیشه اعضای تیم ملی اگر کوچکترین اشتباهی را انجام بده فرد دیگه هست که مستقیم جایزه میگیره. مثلا چی اشتباهی؟ داخل رنگ یک وقت کم تمرینی میکنه، یک وقت به توجهی در تمرین میکنه، عارف خود دست کم میگیره که این کی است. ما حداقل در 10 سال حتی تو وقت زمان شده که اگر تیم ملی در مدت 2 سال گرفته نشده برای سفران منتخبه گرفته شده، در منتخبه نفر را که در تیم ملی فرض کن اگر یک دوست ما نکاوت کرده بود در منتخبه اونمو آدم آمده در حد رسیده سطح فنی خوب بالا برده تانسته ایره ببره برای سفر و تیم ملی محیط افغانستان ثابت نبوده. اگر امثال سلمان یا دوست دیگه که در سفر هست جایگاه اولی خود حفظ کنه بازم سفر میره. اگر یک وقت جایگاه اولی را هر کسی دیگه از پیش میگیره حق از اونموز که سفر میره. ما امیال تیم جوانانه که تمرین میکنه تیم ملی جوانان، ما خیلی راحت مطمئنی را میتونم بگویم که برای تیم ملی ما یک رقیبای خیلی خوبه هستن، حتی از تیم ملی که در سطح فنی خوبتر، چون از سند خیلی خوردی محیطای کار کردن تا این مرحله رسیدن و اگر کوچکترین اشتباهی را مثلا در قسمت تیم، چون تیم ما که میگم اشتباه چند چیز ما اشتباه میگیم، یک وقت ورزشکار تیم ملی ما تمرین نمیکنه خود اشتباه است، یک وقت ورزشکار تیم ملی ما عمو آداب ورزشی را رعایت نمیکنه، ایران فدراسیون ملی محیط های تعامل نمیکنه، اندازه قانونی جلسه فنی گرفته میشه میگه اینمی ورزشکار ختمش چی نیست که باید بر افتخار از کشور مبارزه کنه، خدای نخواسته جرایم جرمی یا کار دیگه چی میشه مستقیم از تیم ملی خط زده میشه. یعنی مسائل اخلاقی رو هم کار میگن در نظر میگیرن. دقیقاً اینمی باعث شده که تیم ملی همیشه باید تمرین کنن و سیمینارهایی که دایر میشه، امیال سیمینار ارتقای ظرفیت برای ورزشکارا دایر شده که نزدیک 100 ورزشکار در شرکت کرده. هر جمعه جناب رئیس سابق فدراسیون، مسئول کمیته داوران، مسئول کمیته مربیان میشینن که ورزشکارا هر روز سیمینارهایی دارن در قسمت چطوری باید پیش بریم. ای خود خیلی ذهنیت ورزشکارا رو تغییر داده، خیلی حمایتشان کرده و عالم برای تمام ورزشکارای ملی مویتای امروز اینمی است که ما بیشترین مسابقات خودتان شاید هستین که دایر میکنیم. اگر یک نفر ورزش فرض میکنیم قهرمان تیم ملی هست در 2 مسابقات رد دردی میبازه در اینجا، ما او رو در سفر اعزام نمیکنیم. درست است تیم ملی هستی، تیم ملی تا زمان تیم ملی گرفته نشه شما حق تیم ملی و اصریه که هست هر آن چی که مربوط تیم ملی میشه حق شما هست، ولی سفر یا نمایندگی از بیرق سیرنگ ما شما حق او کسی است که خوب نمایندگی کنه. بله، بسیار تشکر آقای محمدی و سلمان جان میرزایی، آرزوی موفقیت میکنم براتون. امیدوارم که در رقابت‌های جهانی روسیه یک نتیجه خیلی خوب و در خور افغانستان به دست بیارین و امیدوارم که نسبت به دورهای گذشته ما در مسئله کسب مدال پیشرفت خیلی خوبی داشته باشیم. سپاس از حضورتان، آرزوی سفر خوش میکنم براتون. تشکر از شما و تشکر از برنامه زیبایتان. التماس دعا داریم از تمام مردم شریف ما که امشالله دوستای ما بتانن یک نمایندگی خوب شایسته داشته. ما همیشه دست به دعا هستیم براتان و آرزوی موفقیت. تشکر. سپاس فراوان از یاری شما تا این لحظه. ما در ادامه برنامه ها در خدمت سایر همکاران ما و سایر مهمانان خواهید بود و سایر موضوعات و بحث هایی که در برنامه آغاز روز شما ایزان میتونین دنبال کنید.
لیدون کوستری مشه سحرم په خیر آغاز روز یا ورځ پیل خبرونه ګوري آرینا نیوز څخه په دې شیبو کې په یو موضوع باندې چې موږ بحث کوو ریپورت ګورو ترغه ورسره زو ګورو چې کوم موضوع ده د سوداګری او صنایعو خونی مسولینو وایي که د لاجوردو لارو فعاله شي هیواد به د ترانزیت په ډګر کې پر یو بندر له اتکا ووزي دغه خونه د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه هیواد ته اکسیجن بولي د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان ترکمنستان ازربایجان ګرجستان او ترکیې ترمنځ د دغه اقتصادي دهلیز د فعالیت هوکړه لیکونه چمتو شوي دي موږ دې ته هرکلی وایو دا زموږ د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره زموږ د صنعت د صادراتو دپاره زموږ د اعلاسي صنایعو زموږ د زراعت په بخش کې د باغدارانو ته که زموږ هغه په ټیم باندې هغه په خپل موقع باندې زموږ صادرات زموږ تولیدات زموږ هغه مېوې وچې او لمدې په موقع اروپایي بازارونو ته ورسیږي دغه لاره موږ دپاره د افغانستان دپاره ډېر د حیاتي موضوع ده خو خدای دې وکړي چې دې ته عملي بڼه ورکړ شي اقتصادی کارپوهان هم دغه لاره افغانستان ته مهمه بولي او له دولت یې غوښتنه داده چې د فعالیدو لپاره یې په جدي توګه لاس په کار شي دوی دغه راز هغه مسؤلین ملي خاینین بولي چې په وینا یې د دغه ملي پروژې په وړاندې ستونزې جوړوي هر هغه سکتوري وزارتونه که دا پروژه مس وله او یا عملا دقیقا صحیح تطبیق نشوله هغه وزیر یا سکتوري وزارت په ملي خیانت تورنیږي ولې دا پروژه ملي پروژې دي هر هغه څوک چې په ملي پروژو کې ځنډ یا ستونزې رامنځته کوي هغه وزیر بیا ملي خاین شمیرل کیږي د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي که د لاجواردو لاره فعاله شي افغان سوداګر کولی شي پر وخت نړیوالو بازارونو ته افغاني تولیدات صادر کړي نن په دې باندې بحث کوو چې د لاجواردو لاره د افغانستان د پاره په اقتصادي لحاظ څه اهمیت لري یوه دا موضوع بل د دوو قوو ترمنځ دولت او پارلمان ترمنځ جنجال رامنځته شوی دی او همداراز خپله په ملي والی حکومت کې هم داخلي ستونزې ډېرې زیاتې دي دغه ستونزې د افغانستان پر اقتصادي بهیر باندې به څه اغېزې ولري په سټوډیو کې راسره د اقتصادي چارو شاننکی ښاغلی تاج محمد تلاش دی ښه راغلاست ورته سارم په خیر مننه سلام تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته درناوی وړاندې کوم تشکر تلاش صاحب په رپورټ مو ولید لومړنی به په دې باندې بحث وکړو چې د لاجوردو لاره د په اقتصادي لحاظ افغانستان لپاره څه اهمیت لري او تر څنګ یې ولې زر په دې لاره باندې کار بالاخره نه شروع کیږي یعنی کار خلاص دی ولې زر په دې لاره باندې تګ راتګ نه شروع کیږي بسم الله الرحمن الرحیم په وو اساسي لنډو فکتورو کې غواړم چې د دې لارې په مفیدیت باندې د اقتصاد له نظره لنډې څرګندونې وکړم لومړی ټیکس د ترانزیت یا هغه پیسې چې د افغانستان څخه ترکیه او قزاقستان او ترکمنستان او شمالي هیوادونو ته او بلاخره اروپا ته ځي په اصول د اقتصاد کې د ترانزیت پیسې دي هر هیواد ته چې د هر هیواد کالی یا توکي واردیږي مجبور مکلف ته چې هغه تعرفه او ټیکس هغه هیواد ته ورکړي په دې کې لومړی ګټه د افغانستان دغه ده که د نورو هیوادونو اموال راځي افغانستان ته مجبور ده چې مالیه ورکړي او که د موږ هم صادریږي مجبور چې نورو هیوادونو ته مالیه ورکړو صادرات هم ډیر زیاته پرمختګ کوي لومړی ګټه یې دا ده دویمه ګټه یې دا ده چې 50% اموال مو یا مالونه مو که وچې میوې دي که قالینې دي که لاسي صنایع ده او که هر هغه څه چې د افغانستان دپاره مهمې دي او لندې میوې دي دا به له دې لارې نه اروپا ته ډیر اسانه صادر شي ولې زمینی ترانزیت نسبت هوایی ترانزیت ته 50% تخفیف او یا ارزانه تمامیږي هغه سوداګر ته یا هغه پانګوالو ته که داخلي وي که بهرني وي چې افغانستان ته صادرات او واردات کوي هغه په هره برخه کې وي دا دومره ډیره قوي او اساسي لاسته راوړنه ده درېمې دغه ده چې هغه مواد چې په افغانستان کې د میوې له لحاظه او د کیفیت له لحاظه ډیر لوړ مقام لري او داسې کیفیتي میوه په نړۍ کې نشته ا بل دې لارې نه اروپایي هیوادونو ته صادره شي او خپل بازار موندنه به پیدا کړي موږ به وګورو چې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د موږ کوم فکتور میوه د چلش په حالت کې ده دا به تشخیص شي چې آیا مڼه ډېره زیات چلش لري انار انګور ځنغوزي او یا داسې نور مواد که قالینې
او که لاسی جاکټونه او شیان چې موږ لاسی صنایع لرو بله. کوم یو د رشد په حالت کې دي دا بخپله افغانان په بهرنیو هیوادونو کې تثبیت کړي او بلاخره به راشي دلته به پانګونه په هغه باندې وکړي. د دوه درېمه ډېره قوي موضوع څلورمه په دې کې بازار موندنه او کاریابي پیدا کیږي. هر هغه څوک چې په داسې مواردو کې مهارت ولري، مثلا تاسو په بسته بندی کې د میوه مهارت لرئ، زه په قالین اوبدلو کې مهارت لرم، یو بل افغان په مری اوبدلو کې مهارت لري، یو بل افغان مثلا دای مهارت لري چې ډیر ښه پروسس د میوه وکه او یا ځای په ځای کړي سره، د دې لپاره بیا کارموندنه ډیره قوي کارموندنه را پیدا کیږي. څلورم فاکتور دغه ده، پنځم دغه ده چې اروپایي ټولنه او افغانی تجار د دوی ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې زیاتیږي، تبادل د افکارو د اقتصادي افکارو سره رامنځته شي. دا اقتصادي تبادل د افکار کولی شي چې ډېرې نیازمندیانې هم د اروپایي ټولنې هم د افغاني ټولنې یعنی سره حل شي، یو اقتصادي تعاملات رامنځته شي. په دې تعاملاتو کې د افغانانو ډېره زیاته ګټه ده. ولې د پاکستان هیوادو همیشه ستونزې، مشکلات، ټیکس او هغه نړیوال تجارت اصول چې همیشه به در پښو لاندې کول او دا د دوی حق هم و. ولې په اقتصادي اصولو کې هر هغه څه چې هیواد ته ګټه وي او هر هغه څه چې د تا د هیواد ستونزې نور هیواد لاپس زیاتوي، په دې کولی شي چې د څو لارو نه استفاده وکړي. دمپنګ سیستم نه استفاده کولی شي، د تعرفې د سیستم نه استفاده کولی شي، درولی شي، تور بازار رامنځته کولی شي، یعنی ډېرې لارې دي چې په هغه باندې ته کار کولی شي. مننه تلاش صاحب، په دې پنځو برخو پنځو اهمیتونو باندې تاسو وغږېدلی چې دغې جملې څخه په لومړی بحث کې د مالیاتو موضوع وه، که د هغې ځای نه هم موټر زموږ په لاره باندې تېرېږي نو مالیات به ورکړي، که زموږ هم ځې مالیات به ورکړي. یوه دا مسله د کارموندنې مسله ده، بل ده د اعمالو تګ راتګ مسله ده، که زموږ څخه د افغانستان څخه به ښه مواد لاړ شي نورو هېوادونو ته. اوس دلته څنګه یو مدیریت ته اړتیا ده تر څو پرې هغه ستونزه چې مثلا د پاکستان، ایران یا نورو لارو کې پېښېدلې د تاجرانو دپاره په دې لاره به کې پېښې نه شي خلکو ته؟ یقینا دا ګټې وي چې د افغانستان د هیواد لپاره ډېرې قوي ګټې وي. او بل یو څه چې ویر منوسي، د دې پروژو بنسټ ایښودونکی غازی امان الله خان و، یوه پیړۍ د مخه، څه کم یوه پیړۍ د مخه، د لاجوردو یقینا د لارې دا نقشه بررسی او لارې د غازی امان الله خان د وخت څخه دا بنسټ او بنیاد ایښودل سوی و. خو متاسفانه په افغانستان کې دا زمینه او چانس برابر نو د داخلي ستونزو او مشکلاتو له امله چې افغانان وکولی شي دغه پروژه عملي کړي، خو اوس یې چانس برابر شو. دا هم د افغانانو او د اقتصاد د نظام دپاره ډیره یوه قوي لاسته راوړنه ده او 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 افغانان یې ډیر باید په نیک پال وویني. راغلو تخنیکي ستونزو ته، لومړی تاسو د مدیریت اشاره وکړله، یقینا ډیر مسلکی ورزیده او قدری کسانو ته ضرورت ده د پاک اراده خلکو ته چې دا مدیریت کړي. دا پروژه د سلو کالو د دوو پیړیو پروژه ده، دا داسې ساده اسانه پروژه نه ده. اقتصادي اوږدمهاله وخت نسی او د قرنونو دپاره دا پروژه بیا استفاده سړی ترې کولی شي. زه فکر کوم چې لومړی باید دته ډیر قوي مسلکي کسان وروزل شي. دویم، دا کسان د سیاسي اړیکو پر بنسټ چې کله نظامونه تغییریږي باید تغییر او تبدیل نشي. ولې کله چې په یو اقتصادي ځوان باندې په یو سکتوري وزارت کې سرمایه گذاری کیږي، هغه روزل کیږي، هغه بهرنیو هیوادونو ته لیږل کیږي، هغه یو قدر شي د هیواد لپاره، نو کله چې نظام تغییر شو، نظام ډیموکراتیک او جمهوری نظام د خامخا 15 کاله بعد د اساسي قانون پر بنسټ باندې بیرته جمهور تغییرات راځي او خلک په نظام رائے ورکوي، نظامونو ته او بالاخره نوی ولسمشر ټاکل کیږي. هیله مې دا ده چې داسې مدیریت باید وشي په اقتصادي برنامو کې چې هغه قدری او د پاک ارادې کسان چې په نظام کې وس روزل کیږي باید زر له لاسه ور نه کړو. دا یو ډیر لوی ضعف د افغان حکومت ده چې څنګه وزیر اقتصادي سکتوري وزارت ته راغی، ټول نظام تغییروي، ویان تغییر، مرستیال تغییر،
موینان تغییر، رئیسان تغییر، آمرین تغییر او حتی تر مامور پورې تغییرات رامنځته کوي. حال دا چې دا د منیجمنت او اصول د مدیریت له لحاظه مطلق اشتباه بله، یعنی تاثیرات لري په اقتصادي برخه باندې، تر څو چې بل ټیم بیرته بلدیږي او په سیستم باندې بلدیږي. لومړی هغه پالیسی او ستراتیژي چې پخوانی ټیم جوړه کړې ده، د هغه د ضعف او د قوت په نقطو باندې کاملا بلد ده. د چین سفیر ته قناعت ورکولی شي، د هندوستان سفیر ته قناعت ورکولی شي، د امریکا سفیر ته قناعت ورکولی شي، د کاناډا او د استرالیا او د نورو هیوادونو سفیرانو ته کاملا قناعت ورکولی شي چې موږ په کومه برخه کې ضعف لرو او په کومه نقطه کې قوي قوت لرو. کله چې نوی ټیم راځي، تر څو چې په دې موضوعاتو باندې پوه کېږي، یو یو نیم الی دوه کاله تیر وي. دلته انکشافي بودیجه هم پاتې شوله، عادي بودیجه هم پاتې شوله، د ملت او د حکومت ترمنځ هم ټکر رامنځته شو. یو لوی لامل مشکل دویم ته راځم، په دې ځوان باندې چې د پخواني ټیم ده، په دې باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري شوې ده. حکومت پیسې ورکړي دي، حکومت ټریننګو ته لژلی ده، بهرنیو هیوادو ته لژلی ده، وخت یې پې ځای کړی چې د سیستم او د افغانستان او د ملت لپاره کار وکړه. دا چې بیرته راځي او تغییر کېږي، لویه بله ستونزه دغه ده چې باید چارواکي ډېره جدي ورته متوجه وي چې سرمایه مو د لاسه ځي. درېیمه ستونزې ته اشاره کوم، دریمه ستونزه دغه ده چې کله دی نوې چوکۍ ته راځي، هغه سفیران چې د پخوانیو چارواکو د مامورینو سره بلد او ارتباطات یې دا چې نوې تامین کېږي، یو یو نیم یا شپږ میاشتې تر یو کاله پورې دې ته وخت ضرورت ده او چې دوی ته قناعت ورکوي، دا یې دریمه ستونزه. نو بناً د دغو دریو فکتورو په اساس باندې هیڅکله باید په اقتصادي سکتورونو کې زر تغییرات رامنځته نشي. او ځکه تر اوسه اسانه لارې ته اشاره کوم، منګل صاحب، اسانه لارې څه شی ده؟ ته وزیر شولې دی وزارت هم په اقتصادي چارو کې، که د سوداګرۍ وزارت وي، که د مالیه وزارت وي، که د اقتصاد وزارت وي، او که هم د عیسا خونې مرستیالي او یا رئیسی وي، ته باید خپلو کارمندانو ته هدف تعین کړي. هدف څه شی وي؟ هدف دا وي چې تیر جنجالونه ختم، د اعتماد فضا رامنځته کول، او د دې ترڅنګ ورته ووایه د هدف چې انکشافي بودیجه باید په یوه روبه کې حداقل 15 الی 18% مصرف شي. دا هدف ده. په انکشافي برخه کې څوک کار کوي؟ احمد محمود فلان بستان راسي وروره دې میز کې کېنئ، دا د هیئت رهبري جلسه ده. زه په دې روبه کې دومره مصرف د بودیجې غواړم، که مصرف نشو پلانکای سړی چې په راس کې ده او په دې سیستم کې ده، دا له دې سیستمه تغییروم، دا یو وارننګ ده تاته. دا اصل د مدیریت مجبوری په ټولو نړۍ کې دغه سیستم روان ده، نه تنها په افغانستان کې. که چیرته په لومړۍ روبه کې دا پیسې مصرف نشولې، د سفیرانو قناعت لاسته رانغی، پالیسي دقیقا په مخ ولاړه نه، نو بناً بیا زه تغییرات راولم. په دا حالت کې نه پارلمان شکایت کولی شي، نه عام وګړي شکایت کولی شي، نه اداره تعصب ته ځي، نه په قومي موضوعاتو باندې څرخیږي. کاملا واضح شفافه کولی شي چې وزیر ورته ووي چې ما دا پیشنهاد ورته کړی و، دا هدف مې ورته تعین کړی و، متاسفانه دې هدف ته ونه رسید، په دې اساس ما دا تغییرات رامنځته کړل. دا یو اصل د مدیریت بله، یعنی وخت باید ورکړل شي. کله مالي کال پای ته رسیږي، پس له هغې نه دولت متوجه کېږي چې وزیرانو بودیجه نه ده مصرف کړي، وکیلان له خبر شي که نه، بیا به استضاع کړي او بالاخره دغسې ګډوډي. یقینا د دې ګډوډي نه ډېر اسانه مخنیوی کوي. یو په یو غواړو چې په څو ټکو کې، په څو موضوعاتو کې دغه د نن بحث راټول کړو. لومړی دا چې دغه لاره داسې څه موانع دي چې بالاخره لاسلیک نه کېږي چې تګ راتګ پې شروع شي، یا دا مسله بل ته د حکومت او د پارلمان خپله د حکومت داخلي ستونزې دغه په اقتصادي بهیر باندې څه تاثیرات لرلی شي؟ یقینا لومړی سوال ته مو کراسم، تخنیکي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. لومړی دا چې د دې ترمنځ باید دغه عملا کار چې پیل سي، آیا دا پروژه کاملا بشپړه شوي؟ آیا په هیڅ نقطه کې تخنیکي ستونزه نه لري؟ دویم، کوم کاروان د بهرنیو هیوادونو، لومړی باید د بهرنیو هیوادونو کاروان افغانستان ته راورسیږي، ولې لاره افغانانو یا د افغان حکومت چارواکو نه ده جوړه کړې؟ که مالي مصرف یې و، که ډیزاین یې و، او که تطبیق د پروژې و، دا ټول بهریانانو وکړل. بله صحیح ده.
نو بهرنیان لومړی باید خپل کاروان افغانستان ته د اموالو وارد کړي د نمونې په توګه یوه اونۍ حداقل د دې نه استفاده وشي. دویم د افغانستان په جغرافیوي سیمه کې چې دا پټلۍ تیره شوې ده کومې امنیتي ننګونې دي او په کومه نقطه کې د دې امنیت باید تامین سي. دریم اصول د ترانزیت په نړیوال تجارت کې تامین سوی او حدود او عربه هر څه معلوم دي. په شل فوټه کانټینر باندې څومره ټیکس ده، په اتیا فوټه باندې څومره ده، په سل فوټه باندې څومره ده او په لس فوټه باندې څومره ده، د دې وزن باید څومره وي او څومره کولی شي چې بیا دا پټلۍ تخریب نه کړي. د دې نظارت او کنترول د افغانستان په جغرافیه کې څوک په واک کې لري؟ ملي امنیت، د اقتصاد وزارت، د مالیه وزارت، که د سوداګرۍ وزارت، که ایسا خونه څوک؟ دا بیا دا باید هم دقیقا معلوم شي. د دې لپاره ټیم چې نظارت کوي مسؤلیت د نظارتي ټیم څومره ده؟ دا هغه خبرې دي چې زه فکر کوم تر اوسه افغان حکومت لا حل کړي نه دي، لځکه رسمن تګ راتګ پیل شوی نه ده او امکان لري چې د افغانستان تر سرحده پورې اموال را رسیدلی وي د بهرنیو هیوادونو چې افغانستان ته دننه شي. د دې موضوعاتو له امله چې ما مخکې یادونه وکړه تر اوسه افغان حکومت نه ده توانېدلی چې ستاسو اند څه ده چې افغان حکومت توانېدلی نه دی که چمتووالی لري صرف یو اعلان ته دوی نه متاسفانه اعلانې کړي امنیتي ننګونې هم نشته؟ اعلان ډېر ساده کار ده، پټلۍ ده پرې دوی دغه ننګونې چې تاسو یادونه وکړله تر اوسه پورې چمتو نه دي چې د دې مخه ونیسي. دا ډېرې قوي او لویې ننګونې دي. ګورئ دا پټلۍ چې تېره شوې ده په ډېرو ناامنو ولسوالیو باندې تللې ده، جګړه پکې روانه ده. زه احتمالا ویل کېږي چې د بهرنیو هیوادونو اموال مخکې ما وویلې چې د افغانستان سرحد ته را رسېدلي وي. خارجان په خپلو ژمنو کې ډېر قوي خلک دي او ډېر اساس دي، هیڅکله وخت د لاسه نه ورکوي. دا وخت الماس نه، داسې یو موضوع ده چې هیڅکله بیا نه راګرځي. هغه اقتصادي چانسونه چې موږ ته اوس زمینه مساعده ده، هغه سیاسي چانسونه چې اوس موږ ته زمینه مساعده ده، دا باید هیڅکله د افغانانو له لاس څخه ونه وځي. اوس څه کول پکار دی؟ لکه مخکېنۍ پوښتنې سره به مې تړلې مسله یې، د افغانستان حکومت دپاره څه کول پکار دی چې دغه اقتصادي چانسونه د لاسه ورنه کړي؟ پارلمان او د حکومت ترمنځ جګړه ده، د حکومت او د حکومت ترمنځ یعنې داخلي کسانو ترمنځ جګړه ده، د مخالفینو د دوی سره جګړه ده. اوس دغه حالتونو نه که لنډو ټکو کې وایي چې څنګه زموږ حکومت ځان بدلی شي؟ جګړه یوه تپل شوې جګړه ده چې د سیمې استخباراتو او د دوغ ابر قدرتو ترمنځ جنگ ده. یو تاوده جګړه ده چې په منځ کې مثلا د مخالفینو د حکومت ترمنځ، یو دغه جګړه ده چې غږ او رنګ څه نه لري، د حکومت ترمنځ مخالفتونه دي، یقینا پارلمان ترمنځ، د حکومت ترمنځ. اول نړیوالې جګړې ته راځمه چې هغه ستونزمنه ده، ما مخکې اشاره وکړه چې یوه تپل شوې جګړه ده او په هغه کې افغانان او افغان حکومت استعمالیږي. که چیرته سیاسي او اقتصادي مداریګري د افغان حکومت په سیستم کې قوي کسان او دا مداریان قوي وي، تاسو په یاد ولرئ چې په ټول تاریخ د نړۍ کې تاسو وګورئ چې داسې جګړه په هیوادونو باندې راغلې په خپل نفع باندې ګرځولې ده او په دې کې بهترین اقتصاد ځان ته برابر کړی، بهترین نظام ځان ته برابر کړی، بهترین نظامیان ځان ته برابر کړی دي او بهترین پالیسی ټاکلی دي. د بیلګې په توګه د پاکستان هیواد لومړی او قوي مثال ده. شپېته تر اتیاو کالو د انګلستان مستعمره او بالاخره دې سرحد ته یې ځان ورسوی. څنګه یې ځان ورسوی؟ هغه مداریان چې په نظام کې د اقتصاد او د سیاست دپاره کار کوی او واقعا د افغانه د پاکستان د منافع او د پاره ژمن او د پاک ارادې خلکو، داسې کسان که افغانستان حکومت او نظام ته داخله شي دا جګړه د موږ په ګټه ده، دا جګړه هیڅ وخت د موږ په تاوان باندې نه ده. دویمه خبر، هغه ستونزې او کشمکشونه چې په پارلمان کې او په نظام کې رامنځته شوي، ګورئ منګل صاحب، دا یوه ډیموکراټیکه او یو جمهوري ټولنه ده. که مقایسه یې کړو دقیقا تاسو فکر ورته وکړئ، موږ فکس اوس په اتلسم قرن کې روان یو. په اتلسم او په نونسم قرن کې په ټوله اروپا کې دا حالت تیر شوی، د پارلمان او د پادشاه ترمنځ
په نونسمه او اوایل د ختم د اتلسمه پیړۍ کې هم داسې کشمکشونه وو. ولې؟ نظام ډیموکراتیک وو، د خلکو د آرا تر منځ راغلی وو. کله به چې داسې ملي مسایل رامنځته شول، دا نظامونه به داسې کشمکش رامنځته کېدی. دا په دا معنا ده چې ډیموکراتیک نظامونه او ډیموکراتیک نظامونه او سیستم نهادی نه کیږي، بنسټ پیدا کوي. دا د حکومت په تاوان باندې نه ده. دې کشمکشو ته باید موږ دومره تشویش ونه کړو. حکومت څه باید وکړي؟ د دغو وزیرانو بدیل باید ژر تر ژره پیدا کړي. لومړی آسانه لارې ته اشاره کړم، یقینا آسانه لارې ته اشاره کوم. مخکې له مخکې باید حکومت مشاورین دغه سکتوري وزارتونو ته معرفي کړی وای چې کله وکیلانو یا مجلس د ملي شورا څنګه دا وکیلان سلبې صلاحیت کړي وای، هغه مشاورې باید راوسوي، ورته ویلي وای چې بدیل دي وزیر دا او ختم. ډېره مننه تلار صاحب. عرض سلام مجدد و به این بخش برنامه آغاز روز با من احمد شعیب صدیقی خوش آمدین. در این بخش میپردازیم در مورد چگونگی تجلیل از روز جهانی دانشجویان در کشور و به ویژه در ولایت بلخ. 17 نوامبر مصادف بود به روز جهانی دانشجویان و مهمان من در این بخش آقای احمد رشاد جمالیار، فعال مدنی از بلخ، به شکل زنده با ما وصل هستند. آقای جمالیار، در رخواست سلام بر شما و همیشه بگوین که از روز جهانی دانشجویان در بلخ چگونه تجلیل شد؟ شبکه جهانی آریانا نیوز تماشا میکنن. نخست اجازه بدین که روز جهانی دانشجو را برای همه دانشجویان از صمیم قلب تبریک بگویم و با امید این که از این روز همه ساله به شکل باشکوهش تجلیل به عمل بیارن. قسمت که شما هم در جریان هستین، خوشبختانه ولایت بلخ به تاریخ 17 نوامبر شاهد برگزاری نخستین جشنواره دانشجوی برتر بود که به مناسبت روز جهانی دانشجو تجلیل به عمل آمد و در این روز ما تلاش کردیم تا از دانشجویانی که نخبه هستند، دانشجویانی که برتر هستند و دانشجویانی که در حقیقت همیشه نخبه بودند و همیشه تلاش کردند که به عنوان دانشجویان متفاوت ظاهر شوند، قدردانی و سپاسگزاری بکنیم که این برنامه با ابتکار مؤسسه راه پیشرفت که تقریبا ماها قبل برنامه ریزی شده بود و ما تلاش کردیم با همکاری رسانه ها، بالخصوص آریانا نیوز که در بلخ یکی از شرکای نزدیک ما در پروسه برگزاری نخستین جشنواره بود و ما در جریان همی سه ماه دانشجویا را فرصت برشان فراهم کردیم تا آثار خود با ما شریک بسازند و شامل پروسه شوند و در آخر به عنوان دانشجوی برتر از طرف نهاد مربوطه ما به معرفی گرفته شد. بله. آقای جمالیار، اکنون در مورد مشکلات دانشجویان اگر یک مکس داشته باشین، بیشتر از دانشجویانی که در ولایت بلخ زندگی میکنن، آنچه اکنون مانع یا صدرایشان تلقی میکنن موارد رچه ها است؟ دقیقا ای را نباید فراموش بکنیم که تعداد زیاد از دانشجویان امروز با مشکلات بسیار زیاد دست پنجه نرم میکنن و بیشتر برمیگرده به عدم زمینه سازی بهتر برای روند آموزش برای دانشجویان و فرصت هایی که بتونن دانشجویان از همو توانمندی های خود بیشتر استفاده بکنن. یکی از مشکلات عمده ای را که ما شاهدش هستیم در اکثر ولایات، فرصت ندادن برای تعداد از دانشجویان هست که از خلاقیت و توانمندی هایی که دارن استفاده بکنن و بیشتر در انزوا قرار میگیرن و کمتر برشان توجه صورت میگیره تا به عنوان یک دانشجو و به عنوان یک جوان فعال در اجتماع فعال باشند. و بحث دیگه را که ما میخوایم اشاره بکنم و هی است که
فرصت نساختن زمینه تحصیلات بهتر و خوبتر در بسا موارد میتونه از جمله مشکلات دیگه باشه که دانشجوها بالخصوص در افغانستان با او دست پنجه نرم کنن و نتونن از فضای مناسب آموزشی که برای یک دانشجو باید فراهم شوه استفاده خوب داشته باشن. بعد اکنون آقای جمالیار شما فکر میکنین که چگونه میشه تا فضا مناسب و مساعد بر این شوه تا آنچه فرصت ها دانسته میشه که باید فراهم سازی شوه برای دانشجویان کدام ها است و کدام راه ها اکنون نیاز است در پیش گرفته شود به خاطر مساعد ساختن فضا و فرصت ها برای دانشجویان؟ خب من فکر میکنم یگانه اقدامی که باید نهادهای مسئول باید انجام بدن در گام نخست ایجاد فرصت است و ایجاد پذیرش دیدگاه های دانشجویان در قبال روند آموزش و پرورش است. دقیقا ما این را نباید فراموش بکنیم که نهادهای تحصیلی مکان هستند برای رشد استعدادهای آموزشی، برای رشد استعدادهای پرورش و در بالخصوص در قسمت تحصیلات عالی و این فرصت ها اگر بیشتر برای دانشجویان فراهم شود، یعنی بیشتر هنر در صحنه داشته باشیم، این خود میتونه که باورمندی دانشجویان را بیشتر بسازه و تعهدی که به عنوان یک دانشجو باید داشته باشن او را پیدا بکنن. بحث دیگه را که میتونیم ما برای دانشجویان فراهم بکنیم تحصیلات بیشتر و امکانات خوبتر برای آموزششان است. متاسفانه امروز نهادهای تحصیلی در افغانستان با هو حد که باید امکانات تحصیلی را برای دانشجویان فراهم بکنند متاسفانه نتوانسته این فرصت فراهم بکنند و این خود میتونه که همو اشتیاق و توانمندی را که یک دانشجو در خود میبینه و احساس میکنه ازش کاسته شوه و تعهدش نسبت به نهاده که برش درس میخوانه کمتر باشه. و مورد سیومه ده که من میخوایم اشاره بکنم که میتونه زمینی خوب برای رشد دانشجویا باشه ای خود فرصتهای انجمنهای دانشجویی هست که خوشبختانه ما در بعض از نهادها داریم ولی آنقدر هم محسوس نمیشه این انجمنها و ایجاد این انجمنها. از این لحاظ من فکر میکنم اگر شما بیشتر زمینه را برای ایجاد انجمنهای آموزشی و دانشجویی که بر بنیاد معیارهای تحصیلات عالی و بر بنیاد لوایح و قوانین تحصیلات عالی ایجاد شود میتونه که فرصت برای دانشجویان بیشتر فراهم بکنه و اونا داشته های خود با سایر دانشجویان و بالخصوص با همکارای خود شریک بسازن. بله، در کنار این مسائل تا کنون آنچه فرصت ها مساعد شده برای محصلین و برای دانشجویان در ولایت بلخ چگونه بوده است؟ سهولت های یادآوری بکنین که اگر طی سال های گذشته وجود نداشته و اکنون برشان مساعد شده اگر وجود داشته کدام ها است؟ خوشبختانه ما در ولایت بلخ شاهد یک تحول بسیار خوبی هستیم در عرصه تحصیلات عالی. در گذشته ما فقط یک دانشگاه دولتی داشتیم و او هم با یک تعداد از فاکولته‌های بسیار محدود. امروز خوشبختانه در نهاد تحصیلات عالی دولتی یعنی دانشگاه بلخ ما بیشتر از 16 دانشکده داریم، برنامه های ماستری داریم که خودش فرصت است که برای جوانان که در ولایت بلخ زندگی میکنن ازش میتونن استفاده بکنن و در پلی از این نهادهای خصوصی در حدود بیشتر از 10 نهاد خصوصی داریم که زمینه تحصیلات عالی را برای جوانان فراهم ساختن و امکانات و تسهیلات بسیار خوب را ایجاد کردن که جوانان میتونن در روند آموزش ازش استفاده بکنن و به عنوان یک دانشجو از همه امکاناتی که حداقل باید برش تدارک دیده شوه مستفید شوند. نهادهای دیگه هم هستند که از حقوق دانشجویان همیشه حمایت کردن و اونا رو مورد حمایت قرار میدن
در بسا موارد نیازمندی هایی که دانشجویان ضرورت داشته باشند برشان فراهم میشه. یعنی در کل ماحول آموزشی در ولایت بلخ خصوصا در عرصه تحصیلات عالی بهترتر است، و ولی تقاضای همه مایی است که از این کده بیشتر زمینه فراهم شود و تحصیلات خوبتره که حداقل ما بتانیم در منطقه رقابت بکنیم در روند آموزشی و تحصیلی ایجاد شود. فکر میکنم که خوب خواهد شد و یک نیاز مبرم هست. بله، در کنار این مسائل با اگر اشاره داشته باشین بر آن از دانشجویانی که از ولایت های دیگر به ولایت بلخ آمدند و میآیند و زمینه تحصیلات عالی برشان فراهم میگردد، با آن هم آیا چالش هایی که در برابر این تعداد از دانشجویان در ولایت بلخ وجود داشته تا کنون کدام ها بوده و چقدر رسیدگی ها به اقدامات جهت حل آن گرفته شده تا کنون؟ خب ما در ولایت بلخ میزبان از دانشجوهای تقریبا ولایت شمالی و شمال شرق و حتی میتونم از مرکز بگویم هستیم، و تعداد بسیار زیاد از دانشجوها هست که در دانشگاه های دولتی و خصوصی در ولایت بلخ مصروف تحصیل هستند. فکر میکنم یکی از مشکلات عمده ای که دانشجوها اکثرا با او دست پنجه نرم میکنم نبود اماکن، یعنی از قبیل لیلیه هست که ما در گذشته ها امی فرصت هم نداشتیم، ولی خوشبختانه در یکی دو سال اخیر تا حد این مشکلات هم حل شده و ما شاهد ایجاد تعداد زیاد از لیلیه ها هم بر قشر ذکور و هم بر قشر اوناس هستیم در ولایت بلخ، که از مشکلاتی که در گذشته دانشجویان با او دست پنجه نرم میکردن کاسته شده و این خود میتونه یک نوید بخش باشه برای او تعداد از دانشجویانی که شوق و علاقه دارن که در دانشگاه هایی که در ولایت بلخ به خصوص دانشگاه دولتی هست مصروف تحصیل باشن. بله، در کنار این مسائل آنچه همواره دانشجویان به ویژه در ولایت بلخ خواستا و پیشنهادات داشتن از نهادهای مسئول جهت ایجاد فرصت ها و برطرف شدن مشکلاتشان تا کنون چه ها بوده؟ خب اکثرا دانشجویان تقاضای بهبود کیفی بوده در دانشگاه ها که تا حد مسئولین تانستن به خواسته های زینا لبک بگوین، و ما امروز در اکثر فاکولته ها و در اکثر دانشگاه ها یک تحول بسیار مثبت را میبینیم در عرصه کیفی، و بیشتر تقاضا هم از دانشجویان همی بوده که روند آموزش باید به شکل مدرن شود و از تمام روش های تدریسی که امروز سایر کشورها ازش استفاده میکنند در دانشگاه های دولتی در ولایت بلخ هم از او استفاده شود، که خوشبختانه ما شاهد تحول هستیم. ما مراکز علمی بسیار مجهز را ایجاد کردیم در نهادهای تحصیلی، یعنی داریم در ولایت بلخ که میتونه این فرصت ها را برای آموزش بهتر برای دانشجویان از طریق شیوه های آموزش نوین به عرضه برسانه و دانشجوی از او بیشتر استفاده بکنند. بله، با استفاده از فرصت اگر در مورد امکانات، معیارها و همچنان سهولت هایی که دانشگاه های خصوصی در ولایت بلخ فراهم ساخته برای دانشجویان همچنان یک تبصره داشته باشیم. بسیار خوب، خوشبختانه ما در ولایت بلخ دانشگاه های بسیار خوب داریم که از امکانات خوبی برخوردار هستند، یعنی هم در زمینه تدریس، در زمینه سهولت های که یک دانشگاه باید داشته باشه از قبیل اماکن آموزشی بسیار مجهز، صنوف بسیار مجهز، و تجهیزاتی که یک دانشجو نیازمند هست که در روند آموزش در محیط دانشگاه ازش استفاده بکنه و داشته باشه. ما خوشبختانه در اکثر دانشگاه های خصوصی در ولایت بلخ از این
امکانات بهره مند هستیم و بسیار فضای مناسب هست برای آموزش و ما خوشبختانه تعداد زیاد از دانشجویان داریم که در دانشگاه های خصوصی در اوقات مختلف مصروف آموزش هستند، یعنی تا ساعت های 8 تا 8 و نیم هم ما شاهد هستیم که دانشجویان میتونن به فکر آرام برن و از طرف شب مصروف تحصیل باشن و از امکانات آموزشی نهاد مربوطهشان مستفید شوند. بله، در مورد دانشجویان صحبت بکنین که چقدر برشان زمینه مساعد شده تا اعزام شوند به کشورهای خارجی، چقدر بورسیه ها فراهم شد در ولایت بلخ و چقدر جوانان توانستند تا به کشورهای خارجی بروند جهت ادامه تحصیلات عالیشان؟ خب خوشبختانه یک تغییر بسیار مثبت که در سالهای اخیر در روند ارسال بورس ها در کل در افغانستان ایجاد شده، بورس ها بیشتر به رقابت گذاشته میشه و از طریق رقابت آزاد دانشجویان میتونن که از هر ولایت در پروسه اشتراک بکنن و دانشجویانی که در ولایت بلخ هستن هم از این امکانات همیشه استفاده کردن. ما شاهد اشتراک صدها تن از دانشجویان هستیم که در بورس های تحصیلی که از کشورهای مختلف اما و وزارت تحصیلات عالی مواصلت میکنه هستیم و تعداد زیاد دانشجوها هستند که عملا در کشورهای منطقه و حتی کشورهای دور هم مصروف تحصیل هستند که از دیار مولا علی هست و بیشترشان از این بورس ها استفاده کردند. در پولی از این نهادهای تحصیلات عالی بالخصوص نهاد تحصیلات عالی دولتی دانشگاه بلخ اما ساله تلاش میکنه با امو امکانات را که در دانشگاه داره و تفاهم نامه هایی که با کشورهای مختلف به امضا رسانده از طریق از او دانشجویان را بعد از تکمیل دوره تحصیلشان در مقطع لسانس و دوره کارشناسی ارشد یا ماستری ارسال بکنن. یعنی در کل من گفتم میتونم که فضای ایجاد شده در ولایت بلخ و فرصت های بسیار خوبی هست که دانشجویان میتونن از طریق رقابت آزاد و با اونمو استعداد و توانمندی منحصر به فرد که با خود دارن از این بورس ها استفاده بکنن و تحصیلات بیشتر و خوبتر را در رشته تخصصی خود داشته باشن. از شما خیلی سپاسگزارم آقای احمد رشاد جمالیار، فعال مدنی از بلخ. تشکر. سپاس. تشکر. بحث داشتیم در مورد تجلیل از روز جهانی دانشجویان. 17 نوامبر مصادف بود به روز جهانی دانشجویان. این که در ولایت بلخ از این روز چگونه بزرگداشت به عمل آمد، مهمانم آقای احمد رشاد جمالیار فعال مدنی از بلخ در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کرد.